مجلس ونزوئلا در نشستی که در پی مسدود کردن طرح همه پرسی درباره برکناری رئیس جمهوری این کشور برگزار کرد، این اقدام را کودتای سفید توصیف کرد. این نشست در حالی برگزار شد که رئیس جمهوری ونزوئلا برای بازدید رسمی از ایران، عربستان سعودی، آذربایجان و قطر خارج از کشور به سر می‌برد. سیران شرفی گزارش می‌دهد. طرفداران نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که به زور وارد پارلمان آن کشور شدند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که اجلاس فوق‌العاده مجلس ونزوئلا در روز یکشنبه اقدام دولت در به تعویق انداختن همه پرسی در مورد آینده ریاست جمهوری را به شدت محکوم کرد. در حالی که هنری آلوپ رئیس مجلس با شگفتی به این صحنه نگاه می‌کرد، نمایندگان موافق و مخالف دولت یکدیگر را به اقدامات غیرقانونی متهم می‌کردند. یکی از نمایندگان مخالف دولت که چند سال پیش هنگام ورود غیرقانونی به یکی از ساختمان‌های دولتی در کاراکاس از نگهبانان کتک مفصلی خورده بود، حرارت زیادی از خود نشان می‌داد. به پیروی از سنت آزادی در این کشور اعلام می کنم که یورش حامیان دولت و شورش در پارلمان ملی ضد قانون اساسی است. ساعتی پیش از آن بیش از 200 نفر از حامیان دولت سوسیالیستی ونزوئلا با تجمع در برابر ساختمان مجلس تلاش کردند وارد ساختمان شوند تا به محکومیت دولت توسط مجلس اعتراض کنند. هیکتور رودریگز از نمایندگان حامی دولت با اشاره به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل توسط پارلمان آن کشور و ناآرامی‌های سیاسی ناشی از آن گفت: مخالفان در مجلس قصد دارند همان بلایی را به سر قوه مجریه ونزوئلا بیاورند که در برزیل و پاراگوئه و هندوراس انجام شده است. پس از یورش حامیان نیکولاس مادورو به پارلمان، رئیس مجلس 45 دقیقه تنفس اجباری اعلام کرد. متاسفانه این حرکت شرم‌آوری که حکومت غیرقانونی را نشان می‌دهد، اگر آنها تصور می‌کنند که با این کار مسائل حل می‌شود، به نظر من اشتباه می‌کنند. در بهار امسال، مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا در انتخابات پارلمانی پیروز شدند و تلاش می‌کنند با توجه به کاهش قیمت‌های نفت و افزایش نارضایتی به دلیل وضعیت بد اقتصادی، دولت سوسیالیستی آن کشور را تحت فشار بگذارند. از آن زمان دادگاه عالی ونزوئلا نیز که در حکم شورای نگهبان قانون اساسی است، تمام مصوبات مجلس را غیرقانونی اعلام کرده که به اعتراضات و تظاهرات خیابانی دامن زده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.